سلام دوستان، امروز یک مقاله رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما تا اینجا این سری از ویدیوها ما تقریبا 3 گونه از گروه هومو رو به صورت کامل بررسی کردیم و امروز قصد داریم بپردازیم به 4مین گونه از این گروه که تونسته در روند تکامل انسان‌های باستانی به خصوص گروه هومو تغییرات خیلی بزرگی رو ایجاد کنه. و اما بیایم بپردازیم به متن اصلی مقاله. خب دانشمندها این گونه رو تحت عنوان هومو هایدلبرگنسیس نامگذاری می‌کنن. این گونه در سال 1908 کشف میشه. خب مناطقی که این گونه داشته درش زندگی می‌کرده مناطق خیلی گسترده‌ای بوده نسبت به گونه‌های گذشته. این گونه در مناطقی در اروپا، آسیا و آفریقا در مناطقی از شرق و جنوب آفریقا زندگی می کرده. خب بازهی که باستانشناسا حدس می زنن که این گونه داشته در اون مناطق زندگی می کرده چیزی ما بین 700 هزار سال پیش بوده تا 200 هزار سال پیش. پس همونطور که داریم مشاهده می کنیم خیلی از این گونه هایی که در گروه های انتهایی درخت تکاملی ما داریم بررسی می کنیم اون بازه های زمانی که داشتن زندگی می کردن با همدیگه همپوشانی داشته، یا اگر بخوایم بهتر بگیم این گونه ها در کنار همدیگه داشتن زندگی می کردن. پس اون نظریه قدیمی که هر گونه باعث به وجود اومدن گونه بعدی میشه باز هم زیر سوال میره. پس تعداد گونه هایی که در کنار همدیگه داشتن زندگی می کردن خیلی بیشتر هست. خب قد و وزن نرها در این گونه چیزی حدود 175 سانتی متر و 62 کیلوگرم بوده و قد و وزن ماده ها هم چیزی ما بین 157 سانتی متر و 51 کیلوگرم بوده. و اما ویژگی های این گونه به این صورت هست که مغز بزرگتری داشته نسبت به گونه های قبلی و از طرفی صورت صافتری داشته نسبت به گونه های قبلی که نشون میده این گونه چهره شبیه تر به انسان های امروزی داشته. از طرفی این گونه اولین گونه ای هست که تونسته خودش رو به مناطقی برسونه که آب و هوای سردتری داشته و تونسته در اونجا زندگی کنه. البته شکل بدن هم به صورتی طراحی شده که نشون میده این بدن توانایی این رو داشته که بتونه در این آب و هوای سرد زندگی کنه، چرا که شکل بدن کوتاه‌تر هست و اندازه بدن هم پهن‌تر هست که نشون میده این بدن طراحی شده بوده واسه اینکه بتونه گرمای درون خودش رو حفظ کنه. از طرف دیگه ما شواهدی رو میتونیم مشاهده کنیم که نشون میده این گونه به صورت کنترل شده از آتش استفاده میکرده و حتی نیزه های چوبی میساخته واسه این که بتونه حیوانات بزرگتر رو شکار کنه. و در آخر هم شواهدی وجود داره که نشون میده این گونه اولین گونه ای هست که پناهگاه میساخته و خانه های از سنگ و چوب میساخته واسه این که بتونه خودش رو حفظ کنه در مقابل اون خطراتی که وجود داشته در اون مناطق. و اما اگر بخوایم اشاره کنیم به تاریخچه کشف این گونه، باید بگیم که این گونه رو یک کارگر آلمانی در شمال روستایی در آلمان کشف میکنه. خب اون بقایایی که از این گونه کشف میشه شامل فکی بوده که تعدادی از دندانهای این فک هم سالم بوده. از طرفی زمانی که دانشمندها این استخوانها رو بررسی میکنن متوجه میشن که احتمالاً این استخوانها مربوط به یک گونه جدید هست در گروه هومو و مجاب میشن که اون رو تحت عنوان یک گونه مجزا نامگذاری کنن. و اما اگر بخوایم اشاره کنیم به رژیم غذایی این گونه، باید بگیم که ما از این گونه شواهدی رو در دست داریم که نشون میده این گونه توانایی این رو داشته که حدود 790 هزار سال پیش بتونه آتش رو به صورت کنترل شده ایجاد کنه. خب در اینجا این سوال پیش میاد که چرا این گونه از آتش استفاده میکرده. خب حدسیاتی که دانشمندها میزنن این هست که احتمالاً این گونه از آتش استفاده میکرده واسه معاشرت بیشتر، استفاده از گرمای آتش و احتمالاً به اشتراک گذاشتن غذا و اطلاعات بین افرادی که در اون منطقه داشتن زندگی میکردن. از طرف دیگه با وجود این که این گونه از پناهگاه‌های طبیعی استفاده میکرده واسه زندگی کردن، ما میتونیم شواهدی رو پیدا کنیم که این گونه شروع کرده بوده به ساخت یک سری پناهگاه‌های خیلی ساده. و اما اولین نشانه‌هایی که نشون میده انسان‌های باستانی شروع کرده بودن به شکار حیوانات بزرگتر مربوط به همین گونه میشده، چرا که ما یک سری استخوان‌های فسیل شده در کنار فسیل‌های این گونه میتونیم پیدا کنیم که شواهدی از قصابی شدن برای استخوان‌هاشون وجود داره.
از طرف دیگه ما نیزه هایی با قدمت حدوداً 400 هزار ساله میتونیم پیدا کنیم در کنار فسیل های این گونه، که در کنار همین فسیل ها شواهدی از فسیل های حیوانات قصابی شده را هم میتونیم پیدا کنیم. و اما اولین نشانه هایی به وجود اومدن یک سری آیین ها در بین انسان های باستانی مربوط به همین گونه میشده، چرا که دانشمندها در منطقه در شمال اسپانیا گودالی رو پیدا کردند که نشون میده 30 فرد از این گونه به داخل این گودال پرتاب شدن، که این نشانگر به وجود اومدن یک سری آیین ها در بین انسان های باستانی هست که ما از قبل از این گونه اونها رو نمیتونیم مشاهده کنیم. پس یک جورای این گونه اولین گونه ای هست که ما میتونیم نشانه های از به وجود اومدن آیین ها در بین انسان های باستانی رو در درونش مشاهده کنیم. از طرف دیگه در درون این گودال ها دانشمندها دست هایی رو پیدا کردن که به صورت مصنوعی ساخته شده بودن، و این نشون میده که این گونه توانای این رو داشته که بتونه از یک سری از ابزارها به خوبی استفاده کنه. و اما در انتها دانشمندها از بررسی دی ان ای گونه ناندرتال ها و انسان مدرن متوجه شدند که یک سری ارتباط ها بین این گونه ها و یک سری از شاخه های گونه ای که ما امروز بررسیش کردیم وجود داره. پس یک جورای این گونه ای که ما امروز بررسیش کردیم در به وجود اومدن گونه هایی که در آینده قصد بررسیشون رو داریم نقش خیلی خوبی رو تونسته ایفا کنه. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید، و یا اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.